فیلم لولیتا خانی در تهران به کارگردانی ایران ریکلیس در 19 جشنواره فیلم روم به نمایش گذاشته می شود. این فیلم بر اساس رمان پرفروشترین اثر آذر نفیسی، نویسنده ایرانی مقیم آمریکا ساخته شده و بازیگرانی همچون گلشیفته فراهانی و زر امیر ابراهیمی در اون بازی کردند. این فیلم ایران پس از انقلاب رو به تصویر می کشد. سلام دوستان، به کانال خودتون حواشی هنرمندان خیلی خوش اومدین. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنین و ما رو به دوستان خودتون معرفی کنین. در ادامه با ما همراه باشین. لولیتا خانی در تهران به نوعی روایت هنرمندانه ای از زندگی واقعی آذر نفیسی در حدود 4 دهه پیش است. این فیلم همانند رمان اصلی ماجرای 7 دختر دانش آموز و معلم بیباک و روشنفکرشان را روایت می کند که در بحبوحه بگیر و ببندهای حکومتی در سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی می کشند با سلاح علم و ادبیات مقابل افرادگرایانی که قصد دارند زنان را به پستوها برانند بیستند. معلم شجاع این داستان در واقع خود آذر نفیسی است که در سالهای نخست پس از انقلاب هر هفته شاگردانش را دور هم جمع می کرد و گروهی کتاب بخوانند. برخی شاگردان او از خانواده های مذهبی بودند، برخی سابقه زندان داشتند و برخی هم خانواده های سکولار می آمدند. یکی از کتاب های مهمی که در این حلقه های گروهی بازخوانی شد رمان لولیتا اثر مشهور ولادیمیر ناباکوف بود که سال 1955 به زبان انگلیسی منتشر شد. این کتاب پیش از انقلاب اسلامی در ایران ترجمه و منتشر شده بود، اما بعد از انقلاب در فهرست ممنوعه های حکومت قرار گرفت. رمان لولیتا خانی در تهران ماجراهای بازخوانی این کتاب و دیگر ممنوعه ها در اوایل انقلاب را شرح می دهد. این کتاب تا کنون بارها به زبانهای مختلف ترجمه و در کشورهای متعددی منتشر شده است. فیلم لولیتا خانی در تهران نیز تقریبا همین خط سیر را دنبال می کند. در خلاصه فیلم آمده است: با قدرت یافتن جمهوری اسلامی، نیروهای منتسب به اخلاق در تهران حملات خودسرانه‌ای را علیه مردم آغاز کردند. دانشگاه‌ها نیز به دست عوامل حکومت تصرف شدند، اما زنانی که به شکل ساختارمند حقوقشان نادیده گرفته شده بود در خانه آذر نفیسی جمع شدند و با برداشتن حجاب اجباری و بیان دیدگاه‌هایشان خود را به خطر انداختند و به این نتیجه رسیدند که تنها راه آزادی ترک خانه است که هنوز دوستش دارند. همزمانی نمایش فیلم لولیتا خانی در تهران در جشنواره کن با خیزش انقلابی ایرانیان و مخالفت آشکار زنان با حجاب اجباری بازتاب وسیعی در رسانه ها داشته است و بسیاری آن را نشانه 4 دهه مبارزه زنان ایران با حجاب اجباری و نقض آشکار حقوقشان در جمهوری اسلامی ایران می دانند. لولیتا خانی در تهران در ایتالیا فیلم برداری شده و نقش اول آن را زهر امیر ابراهیمی بازی می کند که سال گذشته موفق شد برای بازی در فیلم عنکبوت مقدس جایزه بهترین بازیگر زن همین جشنواره را دریافت کند. گلشیفته فراهانی در آستانه آغاز جشنواره فیلم کن با انتشار تصویری در حساب کاربریش درباره فیلم لولیتا خانی در تهران توضیح کوتاهی داد و نوشت که خواندن این کتاب در کنار دیگر بازیگران این فیلم برایش لذت بخش بوده است. زهر امیر ابراهیمی نیز پست او را بازنش کرد. در پایان باید گفت این کتاب خاطرات شخصی نیست، حاصل تجربیات 18 ساله از دوره است که نویسنده در ایران زندگی می کرده و می خواسته این تجربیات را از طریق آثار ادبی که می خوانده بیان کند و نشان بدهد که واقعیت چگونه بر تخیل و درک ما از تخیل اثر می گذارد و در مقابل تخیل چطور باعث می شود که نگاهی تازه به زندگی پیدا کنیم. آذر نفیسی به خاطر نوشتن کتاب لولیتا خانی در تهران جوایز ادبی گوناگونی را دریافت کرد و کتابش به 32 زبان ترجمه شد و برای 117 هفته یعنی کمی بیش از 2 سال در شمار پرفروشترین کتاب‌ها در فهرست نیویورک تایمز بوده. این فیلم در جشنواره فیلم کن از 15 اکتبر در شهر کن فرانسه افتتاح شد و تا 28 اکتبر میزبان اهالی سینما در کاخ این جشنواره خواهد.
دوستان عزیزم، از اینکه تا پایان ویدیو با ما همراه بودید ازتون سپاسگزاریم. لطفاً شما هم نظراتتون رو برامون کامنت کنید. با لایک و کامنتاتون بهمون انرژی بدید تا ویدیوهای بعدی بدرود.